سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان کانال ادعیه و علوم غریبه ملکوتی. دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. عزیزان، امروز میخوام که در مورد ساعات سعد و نحس برای شما عزیزان یه توضیحاتی رو بدم. خیلی از شما عزیزان در زمینه این ساعت ها مشکل داشتین و دعا یا تلسمی رو برای شما عزیزان معرفی میکردم، داخل کامنت ها میدیدم که فقط در مورد ساعت سعد و نحس سوال میکنیم. ساعت سعد و نحس اصلا فهمیدنش و درک کردنش کار سختی نیست. من اومدم 5 تا از ساعت اصلی نوشتن ادعیه رو برای شما عزیزان توضیح بدم که دیگه سوالی توی ذهنتون نمونه در این مورد. ساعت سعد، ساعت نحس، ساعت مریخ، مشتری و شمس رو اومدم برای شما توضیح بدم و کاربرد هر کدوم رو میگم خدمتتون که دیگه سوالی توی ذهنتون نمونه. اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، خیلی ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و اگر هم سوالی توی ذهنتون بود توی کامنت ها بنویسید. اگر هم اولین باره که دارین ویدیوهای ما رو میبینین، خیلی ممنون میشم کانالمون رو سابسکرایب کنید که هر روز آموزش هایی رو در زمینه علوم غریبه و معرفی دعاها برای شما عزیزان به اشتراک خواهیم گذاشت. خب عزیزان، ساعت اول ساعت سعد هستش. ساعت سعد، ساعتی خوشیون برای نوشتن دعاهایی در جهت خیر مانند محبت، زبانبند، گشایش بخت و دعاهایی از این قبیل و ساعتی خوشیونه. الان شما میگین مثلا چطوری بفهمیم که ساعت سعد چه ساعتی میشه؟ مثلا ساعت 2 میشه، 3 میشه؟ عزیزان، شما میتونید به جدول زمانی در داخل اکثر کتاب ها مثل کتاب تمتم هندی مراجعه کنید. اما اگر میخواییم که خیلی دقیق تر و بنابر شهر یا کشوری که سکونت دارین ساعت رو به دست بیارین، به اینترنت مراجعه کنید. داخل اینترنت یا تقویم های آنلاین اکثرا ساعت سعد و نحس رو برای شما دوستان نوشته و اینطوری خیلی دقیق تره. ما هم سعی میکنیم تا جایی که فرصت داشته باشیم ساعت رو داخل کانال و پیج براتون به اشتراک بذاریم. ساعت دوم ما ساعت نحسه. یک ساعتی که توصیه نمیشه در این ساعت دعا یا تلسمی انجام داد. اصلا از بحث دعا و تلسم هم خارج بشیم، در ساعت سعد کارهای مهم زندگی هم انجام ندیم. بر فرض مثال مسافرت رفتن، نقل مکان کردن از جای به جای دیگه است، یا خرید یک وسیله یا یک تصمیم مهم توی ساعت نحس نباشه بهتره، چون ساعت بدیومنی و مناسب نیست. و اما ساعت سوم که میشه ساعت مریخ. ساعت مریخ مناسب کارهای منفیه مانند سردی و جدایی بین دو نامحرم و اینم اکثرا برای کارهای منفی به کار میره و خیلی کم پیش اومده که مثلا برای یک کار خیر از این ساعت استفاده بشه. و چهارمی هم معرفی کنم خدمتتون، ساعت مشتری. ساعت مشتری مناسب انجام دعاهایی در زمینه فروش ملک، افزایش مشتری، رزق و روزی و دعاهایی از این قبیل در ساعت مشتری خوشیومن انجام بدیم. و ساعت پنجم هم که معرفی کنم برای شما ساعت شمسه. یک ساعت خوشیومن برای انجام ادعیه، البته اینم تأکید کنم خدمتتون، دعاهایی در جهت خیر مانند دعای محبت، بازگشت معشوق، گشایش بخت، کارگشایی و دعاهایی از این قبیل. خب دوستان عزیز، 5 تا ساعت اصلی انجام ادعیه رو برای شما عزیزان معرفی کردیم. اگر هم
سوالی توی ذهنتون هست میتونید داخل کامنت ها بنویسید. و یک مورد هم بگم خدمتتون، ما هر روز آموزش دعاهایی رو داخل کانالمون به اشتراک میذاریم براتون. اگر دعایی رو خواستیم که آموزشش رو براتون داخل کانال بذارم توی کامنت ها بنویسین که براتون آموزش دعاها رو بذارم. خیلی ممنونم که وقت گذاشتیم و تا اینجای ویدیو همراه بنده بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداوند یار و نگهدارتون.